امروز میخواییم داستان یه تیم تحقیقاتی رو براتون تعریف کنیم که همراه یه گروه ارتشی میرن به یه جزیره مرموز که توسط یه طوفان بزرگ احاطه شده و اونجا با جانورهای عظیم الجثه روبرو میشن که میخوان دخلشون رو بیارن. به کانال فیلم استوری خوش اومدین. امروز میپردازیم به داستان فیلم کانگ سکال آیلند. در ابتدای داستان و در سال 1944 دو تا هواپیمای جنگنده رو میبینیم که بعد از درگیری با هم سقوط میکنن توی جزیره‌ای در جنوب اقیانوس آرام و خلبان آمریکایی مارلو و خلبان ژاپنی کامپی با چتر نجات نزدیک هم فرود میان و با هم چش تو چش میشن. مارلو با اسلحه‌اش به کامپی شلیک میکنه اما هدفگیریش تخمیه و فشنگاشو تموم میکنه. بعدش کامپی به سمت شلیک میکنه و مارلو فلنگو میبنده و میره داخل جنگل و به لب یه پرتگاه میرسه و در حالی که جفتشون فشنگاشون تموم شده با هم درگیر میشن. کامپی تقریبا موفق میشه که بذاره در مارلو و تو همین لحظه دست یه میمون غول‌پیکر رو میبینن و جفتشون با دیدنش حسابی وحشت میکنن. بعدش فیلم میره به 29 سال بعد و در سال 1973 راندا که یه مقام دولتیه و بروکس که یه زمینشناسه دارن میرن به ملاقات سناتور ویلیکس تا ازش اجازه و بودجه یه سفر تحقیقاتی به یه جزیره مرموز و ناشناخته رو بگیرن به اسم جمجمه. اولش سناتور باهاشون مخالفت میکنه اما اونا هر جوری شده راضیش میکنن و قبل از رفتنش ازش درخواست میکنن که نیروهایی از ارتش رو برای اسکورتشون همراهشون بفرسته. بعدش میریم به یه پایگاه ارتشی توی ویتنام، جایی که اسکادران شیاطین آسمان دارن جمع میکنن که برگردن به آمریکا چون جنگ با ویتنام تموم شده. فرمانده اونا سرهنگ پاگارده که به نظر میرسه از تموم شدن جنگ خوشحال نیست. همون شب به پاگارد خبر میدن که باید به یه ماموریت جدید بره و اونم سریع با خوشحالی قبول میکنه. بعدش راندا و بروکس رو میبینیم که میرن سراغ مردی به اسم کانراد که یه نظامی سابق ارتش بریتانیاست و بهش پول زیادی پیشنهاد میدن که برای کمک و ردیابی همراهشون به جزیره جمجمه بره. اما میریم به طرف دیگه داستان و میسون رو میبینیم که داخل یه تاریکخونه در حال ظاهر کردن عکسایی که از جنگ ویتنام گرفته. اون یه تماس تلفنی دریافت میکنه و به گروه دعوت میشه. خلاصه اونا با کشتی راه میافتن و به نزدیکی‌های جزیره میرسن و حالا باید با استفاده از هلیکوپترها از حلقه طوفان دائمی که جزیره رو احاطه کرده عبور کنن. اونا مسیر مورد نظرشون رو انتخاب میکنن و میزنن به دل طوفان. اونا بعد از عبور از طوفان به جزیره میرسن و روی اون یه چرخی میزنن و بمب‌های انفجاری که برای تحقیق آوردن رو میندازن پایین که یه دفعه یا حضرت پشم. این جمله ایه که اونا با دیدن این صحنه به زبون میارن و با ذکر یا جیزس کرایست مددی اون گوریل مادر گنده رو دوره میکنن و به رگبار میبندنش. درگیری به جایی میرسه که اون گوریل نه تنها ننه تمام هلیکوپترها رو میذاره تو سایت دیوار، بلکه قیمتشون رو هم توافقی میزنه و ذکر میکنه که به خریدار واقعی تخفیفم میده. هر کدوم از هلیکوپترها یه جای جزیره سقوط میکنن و افراد گروه هم پخش و پلا میشن و پاگارد اسلحه‌اش رو میگیره سمت راندا و بهش میگه راستشو بگو، ما رو آوردی اینجا که چه گوهی بخوریم؟ راندا هم میگه که از وجود هیولاهایی مثل کونگ توی این جزیره خبر داشته و میخواد وجود اونا رو برای سازمان مونارک به اثبات برسونه. داخل جزیره از یه طرف کنارد، میسون، بروکس و چند نفر دیگه جون سالم به در بردن و از طرف دیگه راندا، پاگارد و بقیه سربازهایی که زنده موندن دنبال چپمن هستن چون هلیکوپتر اون مهمات کافی برای کشتن کونگ رو همراه خودش داره و میفهمیم که پاگارد قصد داره دخل کونگ رو بیاره. یکم بعد سربازها وارد یه جنگل بامبو میشن و یه دفعه یه درخت بامبو میره توی دهن یکی از سربازها و در حالی که بقیهشون پوکر فیس شدن میفهمن که یه عنکبوت غول‌پیکر بالای سرشونه و سعی میکنه با تارهاش یکی از سربازها رو بکشه بالا و سربازها شروع میکنن به قطع کردن پاهای عنکبوت و وقتی میفته زمین پاگارد با گلوله کارشو میسازه.
توی صحنه بعدی فیلم چپمن رو میبینیم که تنهایی وایساده کنار رودخونه و در حالی که طبیعت اونجا یه نخ مگنا قرمز کفشی میطلبه، کنگ رو میبینه که زخمی شده و توی رودخونه میخواد آب بخوره. تو همین لحظه یه اختاپوس قولپیکر پاشو میندازه دور بدن کنگ و کنگ هم پا میذاره روی سر اختاپوس و انتلیتش میکنه و شروع میکنه به خوردنش. از اون طرف یه قبیله بومی گروه کانراد رو محاصره میکنن و یه دفعه یه مرد مسن که همراه اون قبیله است از راه میرسه و دو طرف رو آروم میکنه و ما میفهمیم اون مرد همون خلبان آمریکایی مارلوه که 29 سال پیش هواپیماش سقوط کرد داخل جزیره. اون افراد گروه رو به داخل قبیله میبره و براشون توضیح میده که کنگ دشمنشون نیست و داره از جزیره در مقابل جانورهای شبیه به مارمولک حفاظت میکنه. اون میگه اون جونورا زیر زمین خواب بودن و صدای انفجارها بیدارشون کرده و دعا کنین بزرگشون بیدار نشه، چون اگه اون بیدار بشه دهن هممونو سرویس میکنه و کنگ رو هم میکشه. بعدش کانراد میگه قرار 3 روز دیگه یه گروه برای سوختگیری بیاد قسمت شمالی جزیره. مارلو هم میگه نمیتونیم زمینی به اونجا برسیم، به خاطر همین بهشون یه قایق که قبلا با کامپی همون خلبان ژاپنی ساختن رو بهشون نشون میده. البته اینم بدونید که کامپی بعدن به درجه رفیع گوزبگوزی میرسه. چپمن هنوزم تنهاست و روی یه تنه درخت نشسته و یکم بعد ما میبینیم که اون تنه درخت یه حشره قولپیکره و چپمن بهش شلیک میکنه. اما بعدش یکی از اون مارمولک ها باعث مرگ چپمن میشه. همون موقع میسون اون اطراف یه چرخی میزنه و یه بوفالو رو میبینه که زیر دم یه هلیکوپتر گیر کرده. اون میخواد بهش کمک کنه که یه دفعه کنگ از راه میرسه و بوفالو رو آزاد میکنه و بعدش کنگ به سبک عموجانی به میسون نگاه میکنه و وقتی میفهمه اونا توی هم جا نمیشن دستی رو میکشه و از اونجا میره. روز بعد اونا قایق رو آماده میکنن و مارلو از افراد قبیله خداحافظی میکنه و راه میفتن. یکم که دور میشن تعدادی پرنده گوشتخوار مردی به اسم نیوز رو بلند میکنن و اونو توی هوا تیکه پاره میکنن. اونا به راهشون ادامه میدن و جلوتر با گروه سربازها روبرو میشن و بعدش همشون وارد منطقه‌ای میشن که قبلا اون مارمولک بزرگ خانواده کنگ رو لتوپار کرده. اونا جلوتر میرن که یه دفعه سر و کله یکی از اون مارمولک‌ها پیدا میشه و اونا مجبور میشن مخفی بشن و یه دفعه اون مارمولک بالا میاره و کانراد متوجه جمجمه چپمن و پلاکش میشه. یکم میگذره و اونا از سوراخاشون بیرون میان، اما اون مارمولک راندا رو میکشه و بقیه بهش شلیک میکنن و کاری میکنن از اونجا فرار کنه، اما اون تسلیم نمیشه و دوباره برمیگرده و با زبونش چند تا از سربازا رو میکشه داخل دهنش و تو همین لحظه تعدادی از پرنده‌های گوشتخوار هم حمله میکنن، اما اونا با هوش و ذکاوت میسون از شر اون مارمولک خلاص میشن. بعد از این اتفاق اونا جمع میشن و پاگارد میگه ما میریم دنبال چپمن، اما کانراد پلاک چپمن رو بهش نشون میده تا بهش ثابت کنه که چپمن مرده. با همه اینا پاگارد میگه باید هلیکوپتر چپمن رو پیدا کنه تا با مهماتش کنگ رو بکشه و انتقام خون افرادش رو بگیره. خلاصه همون شب پاگارد اون مواد منفجره رو پیدا میکنه و بعدش یه تلیه بزرگ برای کنگ میذاره، در حالی که همون موقع کنگ داره چشچرونی میکنه و میسون ازش عکس میگیره. توجهش جلب انفجار عمدی میشه که پاگارد را انداخته تا اونو بکشونه داخل تله. بعدش کنگ وارد تله میشه و سربازا اونو به آتیش میکشن و پشماشو کز میدن و یه جورایی از پا درش میارن و زمانی که میخوان منفجرش کنن کانراد و میسون جلوشون رو میگیرن. اون چشنی رو بذار زمین. اونا بقیه سربازها رو متقاعد میکنن که برای مبارزه با اون مارمولک ها به کنگ احتیاج دارن. تو همین لحظه مارمولک بزرگی از خواب بیدار میشه و از زمین بیرون میاد و بقیه هم از اونجا فرار میکنن، اما پاگارد همونجا میمونه تا مواد منفجره رو فعال کنه که یه دفعه کنگ اونو با مشت له میکنه. صبح که میشه اونا خودشون رو میرسونن کنار رودخونه، اما اون مارمولک دنبالشون اومده و یکی از سربازها میخواد به سبک حسین نفهمیده با نارنجک بره تو دهن اون جونور، اما اون مارمولک مارمولک تر از این حرف هاست. اینجا و سیبیه دیگه.
اون جونور بعدش میخواد تمام افراد گروه رو پاره کنه که کونگ با یه سنگ میزنه توی سرش و میسون هم توی مبارزه بهش کمک میکنه. وقتی کونگ مارمولک رو میزنه به صخره ها، میسون پرت میشه توی رودخونه. کونگ میسون رو از آب بیرون میاره و بعدش زبون اون مارمولک رو از حلقش میکشه بیرون و کارشو میسازه و میسون رو میذاره کنار رودخونه و از اونجا میره. بعدش افراد گروه سوار قایق میشن و سه تا هلیکوپتر رو میبینن و نجات پیدا میکنن و مارلو هم بعد از 29 سال میره پیش خانواده‌اش. برای دانلود این فیلم کافیه که به کانال تلگرام ما که لینکش تو دیسکریپشن هست مراجعه کنید.